یادم سال سوم دبیرستان تو تاریخ عمومی به توهین و دروغ راجع به سازمان پرداخته بودن. از این موضوع ناراحت بودم و نمیخواستم همکلاسیام هم این دروغ ها رو باور کنن. سر کلاس مدام از معلممون راجع به سازمان و شهدا و شکنجه شده ها میپرسیدم و جالبه که معلممون کاملا سازمان رو قبول داشت و سر کلاس به بچه ها گفت تمام مطالبی که تو این کتاب نوشته دروغه. نوشتاش رو باور نکنین. یادم میاد اون دبیر مورد علاقم شد و سر کلاس درسمون که قرار بود شستشوی مغزی دانش آموزا باشه درباره جنایت‌ها و ظلم‌های رژیم حرف می‌زدیم. دیدن این صحنه‌ها در فضای اختناق بسیار زیباست. همیشه وقتی تو سیمای آزادی فعالیت کانون‌های شورشی رو می‌دیدم می‌گفتم وای اینا دیگه کیان. بعد همیشه فکر می‌کردم این کارها به صورتی جمعی داره انجام میشه. فکر نمی‌کردم تنهایی بتونم کاری بکنم. واقعاً تو رویاهام بود که بتونم همچین کارایی کنم. تا اینکه به خودم گفتم باید دست به کار شی. اصلاً باورم نمی‌شد، اما کردم و شد. البته که کار جمعی خیلی بیشتر جواب داره. به خاطر همین دنبال هم تیم هستم تا هم امنیت کارم رو بالا ببرم و هم کارهای بهتری انجام بدم. زمانی که برای نصب بنر می رفتم کمی دلهوره داشتم، اما گفتم هرچه باده باد، بالاخره باید جلوی این همه ظلم ایستاد. با یادآوری تمام جنایاتی که از رژیم دیده بودم دلهورم کم شد. توی مسیر دیدم یه نفر تو پیاده رو روی زمین خوابیده. از کنارش رد شدم. برای انجام مأموریتم انگیزم خیلی بیشتر شد که باید حق این مظلومان رو از این آخوندا گرفت. با خودم فکر کردم که اصلا دلم نمیخواد اگر در مسیر مبارزه اتفاقی برام افتاد دوستان، فامیل و آشناها بگن که سازمان مقصر بود که فلانی به مبارزه کشیده شد. به خاطر همین با خانوادم اتمام حجت کردم که من چه زنده باشم چه نباشم خط قرمزم سازمان مجاهدینه. به واقع که مجاهدین در آسمان تاریک ایران زمین مانند خورشیدی هستند که در پرتو طلوع اون از گرما، نور و درخشندگیش تمام ایران چه انسانها چه طبیعت بهره‌مند میشن و تا وقتی مجاهدین هستند پیروزی، صلح، آزادی و آبادی در آینده درخشان ایران قرار داره و من به اون روزها باور دارم. سلام و درود به مجاهدان راه آزادی و اشرف نشانها و همرزمانم در کانونهای قهرمان شورشی. به عنوان یک عضو کانون شورشی و یک انسان، وقتی در جامعه به مشکلات و سختی‌های زندگی هموطنانم و دیگر مشکلات کشور برخورد می‌کردم، راه رو در مبارزه بر علیه تمامیت لجنزار حکومت آخوندی پیدا می‌کردم. گروه و اندیشه‌ای پاک باخته‌تر و متحدتر و سازمانی پر افتخارتر از سازمان مجاهدین خلق ایران پیدا نکردم. بنابراین به عنوان یک کانون شورشی به سازمان پیوستم.